درود بر شما شنونده اخبار کانال کیوس کستید. زیردریایی اتمی آمریکایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده وارد خلیج فارس شده است. نیروی دریایی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا با عبور از تنگه هرمز وارد آبهای خلیج فارس شده است. نیروی دریایی آمریکا در توییتی نوشت که این زیردریایی را دو رزمناو پورت رویال و فیلیپینسی اسکورت می‌کردند. نیروی دریایی آمریکا افزود است که حضور جورجیا در ناوگان پنجم ایالات متحده نشان دهنده توانایی این ناوگان در انجام عملیات در هر نقطه است که قوانین بین المللی اجازه ی آن را بدهد. زیر دریای جورجیا یک شناور زیرسطحی سطحی موشک انداز از کلاس اوهایوست و مسلح به موشک های دوربرد کروز است. این زیر دریایی که با پیشرانه ای به حرکت در میآید از سال 1982 وارد خدمت نیروی دریایی آمریکا شده و در آغاز برای شلیک موشک های بالستیک طراحی شده بود. در مارس 2004 با تغییر معموریت و با سازی اساسی به چهار اج در اندازه 21 اینچی و 154 محفظه شلیک موشک های کروز بی جی ام 109 توماهاک مجهز شده است. طول این زیر دریایی 170 متر و جابجایی آن حدود 19 هزار تن در حال قوطه است. این در حالی است که ساعتی پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هشدار داد که واشنگتن آماده واکنش به حمله های احتمالی تهران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی است فرمانده سابق نیروی قدس 13 دی ماه 98 در حمله پهپادی نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد مقامات جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت دادند که تا امروز محقق نشده است روز دوشنبه ژنرال کنت مکنزی فرمانده مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام گفت ما برای دفاع از خود دوستان و شرکای خود در منطقه و برای اقدام در صورت لزوم آماده هستیم این اظهارات پس از آن بیان شد که حمله های راکتی به سفارت آمریکا در بغداد خسارت هایی بر جای گذاشت این حمله ها معمولا به گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده می شود تهران این اتهام ها را تایید نکرده است از سوی دیگر برخی احزاب عراق از جمله گروه مقتدی صدر روحانی پرنفوذ و کتایب حزب الله که معمولا به دست داشتن در حمله های این چنینی متهم است حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا را محکوم کردند پیشتر روز دوم آزرما فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که بمب افکن‌های بی 52 را در منطقه خلیج فارس مستقر کرده است. سنتکام گفت این استقرار در فرصتی کوتاه انجام شده است و هدف از آن بازداری از تهاجم و اطمینان بخشی به شرکا و متحدان آمریکا است. گرچه مقام های آمریکا به تهدید مشخصی که بمب های سنگین بی 52 قرار است با آن مقابله کند اشاره این نکرده است ولی رسانه های خبری همه این اقدام را هشداری آشکار به ایران تلقی کردند. بازداشت فرماندار ماهشهر یکی از آمران و عوامل شلیک به معترضان آبان 98 به دلیل فساد مالی محسن بیرانوند فرماندار بندر ماهشهر به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. ساعتی پیش از دستگیری محسن بیرانوند خبر برکناری او در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر شده بود. محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر در استان خوزستان بامداد با یک شنبه 3 آذر 99 به اتهام فساد مالی بازداشت شد. پایگاه خبری عصر جنوب ظهر روز یک شنبه 3 ماه و ساعتی پس از دستگیری محسن بیرانوند خبر داد که فرماندار بندر ماهشهر برکنار شده و با حکم استاندار خوزستان شهاب صدیقی به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شده است. محسن بیرامان در اعتراضات آبان 98 فرماندار ماهشهر بود و نام او در فهرست آمران و عاملان سرکوب و کشتار گسترده این شهر وجود دارد. در جریان آتش گشودن نیروهای امنیتی به روی معترضانی که در نیزارها پناه گرفته بودند، ده ها نفر کشته شدند. بیرانوند در آن زمان در برنامه تلویزیونی با تایید کشته شدن شماری از معترضان گفته بود که معترضان مسلح بودند و اگر نیروهای امنیتی وارد نشده بودند، زندگی مردم به خطر می‌افتاد. او وعده های بی زیادی نیز در حوزه های اشتغال زایی در این شهرستان مطرح کرده بود با وجود واحد های پتروشیمی و پالایشگاه اما جوانان ما شهر بیکار هستند او دو سال پیش قول داده بود که اگر بیکاری کاهش نیابد از پست خود کنار گیری می کند اما نه بیکاری کاهش یافت و نه او استعفا کرد هرچند مقامات غذایی هنوز اتهامات محسن بیرانوند را به طور رسمی اعلام نکردند اما رسانه محلی در خوزستان اتهام او را مالی عنوان کردند خبرگزاری فارس با تایید خبر بازداشت محسن بیرانوند به نقل از یک منبع آگاه احتمال برکناری و بازداشت فرماندار ماهشهر به دلیل آب گرفتگی روزهای گذشته این شهر را مطرح کرده است امید حلالی مدیر مسئول وبسایت شوشان در صفحه توییتر خود نوشت که بیرانوند به اتهام اختلاس 80 میلیارد تومانی بازداشت است. امید حلالی نوشته است حضرت فرماندار به اتهام مالی و اختلاس 80 میلیاردی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. 36 پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام با کمترین تاثیر برای بهبود معیشت عامه مردم و انجام مسئولیت های اجتماعی فعالیت می کنند. امید حلالی همچنین افزود است که منطقه آزاد تجاری اروند و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دو موتور توربو برای اقتصاد کشور هستند که به فساد مالی فعلا مدیرعامل اروند و فرماندار ماهشهر دستگیر شدند اما این اقدام فقط با گیر انداختن حلقه های حامی در مرکز کشور و استان و مجموعه های زینف کامل می شود. اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز ماه گذشته به اتهام دست داشتن در یک پرونده اقتصادی بازداشت شد او سال گذشته هم بازداشت شده بود که با ارائه وسیقه از سوی غلامرضا شریعتی استاندار اصلاح طلب خوزستان آزاد شد و در منصب خود نیز باقی مانده بود. حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 19 آذر ماه 1399 خبر بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد اروند را تایید کرد و گفت او با گزارش و پیگیری های این سازمان بازداشت شده است. احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به بازداشت مدیرامل منطقه آزاد اروند برای دومین بار در یک سال اخیر در حساب تویتری خود نوشت باید دید آیا استاندار خوزستان هنوز هم اصرار به حمایت تمام ایار از این متخلف دارد یا خیر؟ احمد نادری نوشته بود که قبلا به بخشی از تخلفات مسلمه او اشاره کرده بودم باید دید آیا استاندار خوزستان هنوز هم اصرار به حمایت تمام ایار از این متخلف دارد یا خیر عجب حکایت پرقصه است زخم های پی در پی در خوزستان پاره ی تن ایران از جنگ گرفته تا سوء مدیریت مدیران طرح تحقیق و تفحص از منطقه از آزاد اروند از دوره دهم ده مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح شد و در نهایت نمایندگان مجلس 11 هم آبان امسال با پیگیری برخی تخلفات این سازمان موافقت کردند با این همه باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا کجا برای برخورد با فساد مالی و اداری جاری در استان خوزستان پیش خواهند رفت و آیا منافع نظام و سودهای جناهی سبب سکوت آنها خواهد شد یا نه غلام رزا شریعتی استاندار خوزستان که در توییت احمد نادری به او اشاره شد در حالی فرماندار ماه شهر را ساعتی پس از بازداشت برکنار کرد که خود نیز پیش از این مورد اتهام قرار گرفته بود در پرونده فساد مالی امید اسد مدیرعامل مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پای همسر استاندار خوزستان نیز به میان آمد که در این رابطه دویست هزار دلار از امید اسدبگی متهم ردیف اول این پرونده دریافت کرده است نام امید اسدبگی متهم ردیف اول این پرونده به عنوان سردسته سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی به چشم می خورد. در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می توان خرید. همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی و چندین خانواده و وابستگان را اسد داده. هزینه بلیط و تور 25 دلار شده است. غلامرضا شریعتی با تکذیب این اتهام تاکید کرد که نیازی به دریافت پول به هر عنوانی و نیز برای سفر خارجی نداشته و ادعا کرد که تمام اسنادش در آژانس هواپیمایی موجود است و آنها از اهدی پول دریافت نکردند استان خوزستان به دلیل های نفت زمین حاصلخیز و آب و هوای مناسب برای کشاورزی ثروتمندترین استان ایران به شمار می رود. اما پس از تحمل دوران طاقت فرسای جنگ هشت ساله سال هاست که از یک سو به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم رسیدگی به زیر ساخت های توسعه شهری با مشکلات زیادی روبروست و از سوی دیگر به دلیل وجود پالایشگاه ها، واحد های پتروشیمی و مناطق آزاد تجاری با گسترش فساد اداری و مالی و اختلاس از سوی مسئولان و خانواده های مافیایی نظام دست به گریبان است. سپاس از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید. رسانه مستقل خبری کیوسک تلاش می کند منتخب مهمترین اخبار روز رو در اختیار شما عزیزان قرار بده برای حمایت از کانال ما لطفا ویدیوها رو لایک کنید و در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا بخش بعدی خبر شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگه